الها داننده تویی، هر آنچه دانی آنده. رضا ابراهیمی ام، ارادتمند شما دوستان گرامی. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و همیشه لبخند به لب داشته باشید و در آرامش مشغول رتق و فتق امورتون باشید. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به سنگ هرم. در رابطه با سنگ هرم ما مطالب بسیاری رو شنیدیم. مطلبی که عنوان میکنم، حتی بنده خودم در بررسی میدانی دوستان گرامی در رابطه با سنگ هرم مطالبی رو خدمتون عرض کردم. این مطالب رو دوستان گرامی جدای از هر مطلبی که شنیدید بدونید، مطمئن باشید به کارتون میاد. تا پایان همراه بنده باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدمتون عرض بشه که در مورد سنگ هرم ما دوستان گرامی، اولین موردی که اولین نمادی که در ایران ما در زمان اردشیر به نوعی رسم و مرسوم شد همین سنگ هرم هست، که این سنگ هرم رو داریوش بزرگ با کمبوجیه زمانی که به مصر رفتن، نماد سنگ هرم اون اصول و اعتقاداتش وارد ایران شد. برای چی؟ برای اینکه در پیرامون یک شخص والا مقام یک سنگ هرم رو کار میگذاشتن و وجود اون سنگ هرم به منزله رتبه، ارزش و مقام و شخصیت اون فرد محسوب میشد. هر چقدر اون سنگ هرم ارتفاعش بیشتر، به همون نسبت ارزش و قرب اون شخص متوفایی که در اونجا دفن شده بیشتره. خدمتون عرض بشه که هر جا هرم دیدید، معمولاً یک سری افرادی که خودشون رو استاد میدونن، بنده که شاگردم، معمولا این اساتیدی که تا به حال خودشون استاد ندیدن، این اساتید دوستان گرامی به دنبال متر کردن و قدم کردن این، خدمتون عرض بشه که سنگ های هرم هستن و متاسفانه اطلاعات غلط میدن به افرادی که اونها رو نگاه میکنن. متاسفانه ما که اطلاعات بسیار دقیق و درستی رو تقدیم شما میکنیم، افراد معمولا میل و رغبتی به دیدن این کلیپ ها ندارن. اما دوستانی که میان دروغ میگن، دروغای شاخدار میگن و از ابتدا تا انتهای کلیپ حتی یک مطلب آموزشی نمیگن و یک ساعت و نیم کلیپ میگذارن، میشینن کاوشگران از ابتدا تا انتها چندین بار میبینن. اما ما کلیپمون اگر 3 دقیقه و 10 ثانیه باشه، سرصداشون در میاد که آقا چرا 3 دقیقه صحبت کردیم. در هر حال اینم شانس خدا شانس بده. خدمتون عرض بشه که ساده ترین روش برای این که این سنگ هرم، خدمتون عرض بشه که کجای اون این دفینه واقع شده، این هست که سنگ های هرمی در قلب قلعه های سنگ های هرمی رو در قسمت غرب قلعه های شاهی میگذاشتند در فاصله کمتر از 3 کیلومتری. پس سنگ های هرمی دوستان گرامی در قسمت غروبگاه قلعه شاهی تا فاصله 3 کیلومتری.
خدمتون عرض بشه که در نزدیکی اون سنگ هرم حتی اگر درختی بود اون درخت رو قطع میکردن. شما اونجا باید دنبال چی باشید؟ دنبال یک تختگاه با چیتمان سنگی. یک تختگاه با چیتمان سنگی. دیگه متر نکن، متر دستت نگیر، اونجا دیگه دنبال جوغن نباش، قدم نکن، گام بر ندار، این ور اون ور نرو، یک چیدمان سنگی در پیرامون همون سنگ هرمی هست و اون سنگ هرمی در غروبگاه قلعه شاهی تا فاصله 3 کیلومتری اونجا تعبیه شده. اطراف اون اگر درختی بود اون درخت رو میزدن که اون تک سنگ باشه، تک سنگ هرم تک باشه، در اطرافش چیزی نباشه و در پیرامون همون سنگ هرم دوستان گرامی تختگاهی میساختند با چیدمان سنگی. اون چیدمان سنگی دوستان عزیز ابعادشون متفاوت بود، میتونست 30 گز در 30 گز باشه، میتونست 40 گز در 40 گز باشه، میتونست 70 گز در 70 گز باشه. اون چیدمان سنگی میتونه به صورت دایره باشه، میتونه به صورت مربع باشه، به صورت مستطیل باشه و گاهن بسیار 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 کم به صورت مثلث باشه. همه اینها میتونه باشه. پس در باستان متر بر ندار دوست گل من، متر بر ندار. متر برداشتن ما در باستان چرا پارامتر داریم، اما دیگه متر بر ندار. شما به دنبال استارتر باش. اگر شما چشم باستانیتون باز باشه، اون چشم باستانیتون وقتی به مکان نگاه بکنی بایستی از 1.5 کیلومتری چیزی سنگی که میبینی از یک زاویه خاص بری سراغ نقطه آخر. اگر از 1.5 کیلومتری 1500 متری شما نقطه ای رو دیدی و از یک زاویه خاص رفتی سراغ نقطه آخر، اونجا هست که بهت میگن استاد، اونجا هست که شما معلوم عرق ریختیم، معلوم در خدمتون عرض بشه که در محیط زحمت ها کشیدی تا به این درجه رسیدی، معلومه که مطالعه داشتی، معلومه که اساتید صاحب نام داشتی که به اینجا رسیدی. تا به اونجا رسیدن ماها دوستان گرامی سالها و قرنها زمان میبره. مخلص تک تک شما، دستتون رو به گرمی میفشارم. دوستان گرامی لایک و سابسکرایب یادتون نره، ارسال کامنت لاتین هم یادتون نره و مثل همیشه دوستان گرامی مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید. بدرود.